همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. بسیار خوش آمدید آقای نخل احمدی. اجازه بدید بپردازیم به صحبت‌های امروز آقای عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که تاکید کردند بر همبستگی و اتحاد مردم و حتی گفتن سال 57 با اتحاد و همدلی مردم این انقلاب پیروز شد. اهمیت این سخنان رو در چه می‌دونید؟ پیامش چیست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، بسیاری از کسانی که از این جنبش انقلابی اخیر رو دنبال میکنن بدون تردید اعلام کردن که این جنبش نهایتاً به یک انقلاب و تغییر بزرگ در ایران در واقع منجر خواهد شد. مسائلی هم که باعث این انقلاب هست، بحث‌های معیشتی و اقتصادی و در واقع اون شکاف عمیق بین سلایق جامعه در نوع نگاهشون به زندگی و انتخاب‌ها با حاکمیت هست. جمهوری اسلامی اساساً امکان برآورده کردن و خواست برآورده کردن هیچ کدام از این مسائل رو نداره. بن‌بست‌های اقتصادی در بالاترین سطح خودش هست و شکاف در واقع اون سلایق حاکمیت و جامعه هم در واقع غیر قابل پوشش دادن هست. به خاطر همین هم آقای مولوی عبدالحمید صحبت از بحث معیشت میکنن و آزادی و عدالت، مسائلی که حتی به نظرم ایشون هم معتقد هستن حل نمیشود. به خاطر همین مسئله انقلاب 57 و همبستگی رو مطرح میکنن که امروز این همبستگی در کنار این در واقع بن‌بست‌ها احتمالاً به نظر ایشون و بسیاری منجر به یک انقلاب یا تغییر بسیار کلان خواهد شد. مولوی عبدالحمید از مواضع همتایانش مثل مولوی گرگیج که دچار محدودیت‌های حکومتی شده هم دفاع کرد. با توجه به اینکه هدف اعمال این محدودیت‌ها بر این افراد یه جور زمینه‌چینی برای خود آقای عبدالحمید بوده، دفاع امروز او از اونها چگونه میشه تحلیل و تفسیر کرد؟ ببینید، این محدودیت ها یا بازداشت هایی که در میان ماموسه ها و علمای اهل سنت اتفاق میفته، بخشش طبیعتا برای زمینچی، برای ایجاد فشار یا حتی بازداشت آقای مولوی عبدالحمید میتونم در نظر بگیرم، اما بخشش مستقلن برای قطع رابطه مراجع اجتماعی که در جاهای مختلف هستن با مردم هست. یعنی جمهوری اسلامی از هر کسی که بتواند به شکلی مردم به اون اقتدا بکنن و بتواند به شکلی نقش رهبری میدانی یا محدودی حتی داشته باشه، تلاش میکند که ارتباط اونها رو با مردم قطع بکنه. آقای مولوی عبدالحمید قبلا هم از علما خواسته بودن نسبت به شرایط کنونی بی تفاوت نباشن، نه فقط از علمای اهل سنت که از روحانیون و مراجع اهل تشیع هم خواسته بودن نسبت به وضعیت مردم عکس العمل نشان بدن. خب به هر حال کمابیش در میان علمای اهل سنت و روحانیون اهل تشیع صداهای شنیده می شود و طبیعتاً کسانی که این صدا رو بلند می کنن حتماً باید مورد حمایت ایشون و سایر مردم قرار بگیرن. امروز مردم گالیکش هم در حمایت از مولوی گرگیج به خیابون ها اومدند. این حمایت می تونه نشونه چی باشه و چرا جمهوری اسلامی نتونسته ارتباط این امام جمعه در حصر رو با مردم قطع کنه؟ ببین، آقای مولوی گرگیج سالیان بسیار درازی هست که به عنوان امام جمعه به خواست مردم در آزادشهر ایفای نقش میکردن. در پروژه حکومتی کردن منابر امام جمعه خب تلاش شد که آقای مولوی گرگیج رو از این منصب برکنار بکنن، تا حدودی هم موفق شدن. واکنشی که امروز مردم نشان میدهند دو معنی احتمالاً باید داشته باشه. یکی این که مردم حاضر نیستن زیر بار یک تحمیل حاکمیتی در برابر انتخاب خودشون برون و نسبت به این واکنش نشان میدن. مسئله بعدی مواضعی هست که آقای مولوی گرگیج در سه هفته گذشته در واقع نماز جمعه گرفتن و تمام قد در جبهه مردم و در کنار اعتراضات مردم ایستادن، در واقع برخلاف مثلا امام جمعه جدیدی که در آزادشهر از طرف نماینده ولی فقیه منتصب شده که بیشتر به حمد و ثنا گفتن حکومت مشغول هست. به خاطر همین هم هست که مردم هم از نوع بیان آقای مولوی گرگیج و همین که خب چون انتخاب خودشون بوده قطعا حمایت میکنن و ما می‌بینیم در یکی دو هفته گذشته هم اعتراضات زیادی در گالیکش انجام شد. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین با ما همراه بودید، بسیار سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه.